همدردی شهبانو فرح پهلوی به مناسبت درگذشت رامش هنرمند عزیز. بیانیه‌ای منتشر شده که ایشان هم به دلیل اینکه رامش رو دوست داشته و سالها از هنر رامش برخوردار بوده یک بیانیه نوشته. شهبانو فرح پهلوی اعلام کرده که از شنیدن خبر درگذشت رامش بسیار متأثر شدم. پیش از دگرگونی ها در ایران و قدرت گرفتن جمهوری اسلامی، زنان هنرمند بسیار داشتیم که موسیقی ایران را چه سنتی و چه پاپ به زیبایی به میان مردم آوردند و محبوبیت بسیار داشتند، اما بسیاری با کوچ اجباری به خارج از میهن آمدند که هرگز ایران را فراموش نکردند. آذر محبی تهرانی به نام هنری رامش تنها 10 سال در ایران فعالیت داشت، اما ترانه‌هاش محبوبیت بسیار داشت. زمانی که ایران را ترک کرد گفت به خاطر اعتراض به آوای قدغن زنان در ایران نخواهم خواند و زمانی که زنان بتوانند در ایران آزادانه آواز بخوانند من هم سرود آزادی سر خواهم داد، حتی اگر 80 ساله باشم. اما متاسفانه در 75 سالگی با جهان ما خداحافظی کرد. در مدت 40 سالی که در خارج از میهن بود تنها سروده ای از مولانا خواند و ترانه ای به نام سنگسار. صدای گرم رامش همیشه خواهد ماند و مردم اونو دوستش دارند. به خانواده گرامیش و همه دوستدارانش تسلیت میگویم. فرح پهلوی. این هم بیانیه بود که بعد از شاهزاده رضا پهلوی، فرح پهلوی همسر شاه ایران، این بیانیه رو و این اطلاعیه رو جهت مردم ایران نوشتن و در فضای مجازی منتشر کردن. امیدوارم که این هنرمند از دست رفته خانم رامش، که واقعا هنرمند خوبی بود، همه دوستش داشتن و دوستش دارن و در خاطرها خواهد ماند، رو یادش رو همیشه گرامی بداریم و اون رو از هنرمندان فعال و طرفدار مردم بشناسیم که واقعا طرفدار مردم بود، با جمهوری اسلامی کار نکرد، همراهی نکرد و زندگیشو فدای هنر و دوستدارانش که مردم ایران بودند نمود. یادش خوش.